با سلام و درود به یکی دیگر از سری برنامه های زن راستین خوش آمدید امیدواریم که تا به حال این برنامه ها فراهم کننده تشویق و ترقیب زنانی باشه که میخوان در راستی مسیح قدم بردارن و برای او همچون زنی راستین در دنیایی پر از نراستی ها بدرخشن اگر به یاد داشته باشید در دو برنامه قبل ما به یکی از خصوصیات زن راستین یعنی زن زنده پرداختیم که در دو بخش جداگونه اون رو مورد بررسی قرار دادیم امروز میخوایم به جنبه دیگه از زندگی زن زنده بپردازیم که یکی از هدفهای مهم زندگی اوست اگر مسیح این زن رو روحن زنده کرده و او به حیات روزافزون در مسیح ادامه میده این برای هدفی خاص هست خدا این رو برای کار برای هدفی خاص این کار رو در او انجام میده و ما امروز اون رو مورد مطالعه قرار میدیم زن زنده کسی هست که خدا میخواد برای زنده کردن دیگران از او استفاده کنه نه اینکه او باعث زنده شدن دیگران بشه ولی در پروسه زنده کردن افراد خداوند زن راستین این زن ایماندار رو به کار میبره برای اینکه این موضوع رو بهتر مورد بررسی قرار بدیم به متنی از کلام خدا میریم که در حزقیال باب 37 از آیات یک تا چهارده به اون اشاره شده در این بخش حزقیال رویایی میبینه که در اون رویا خودش رو در دره ای میبینه که پر از استخونهای انسانه وقتی شما به استخون فکر میکنید چه چی چیزی به فکر شما میاد؟ مرگ، قبر، گورستان ولی با این فرق که در اینجا استخوان ها زیر زمین نیستن بلکه همه در این دره پخش شدن قبرستان جایی هست متروک که بویی از حیات امید و حتی امید یا امکان زندگی در اون وجود نداره و حالا ما دره ای رو میبینیم که به وصله این ها پوشیده شده کلام خدا میگه که این استخوان ها زیاد و بسیار خشک بودند و همه اون زمین رو پوشونده بودند این کافی نبود که حزقیال فقط درباره اون استخوان ها بشنوه پس خدا فقط دورنمایی از یک دره پر از استخوان رو به اون نشون نمیده بلکه خدا حزقیال رو به اون دره میبره تا درست در میان اون استخوان ها اون رو مستقر کنه آیا این تصویری از تو زن ایماندار نیست که با اینکه مسیح تو رو زنده کرده ولی خودت رو در میان عده ای از زنان و مردان مرده خانواده های مرده خیشاوندان مرده و بالاخره افراد مرده ای می میبینی که مسیح رو که منشأ حیات هست نچشیدن مسلما ما به عنوان زن ایمانداری که خدا ما رو زنده کرده دوست داریم با دیگر ایمانداران مشارکت دوستی و ارتباط داشته باشیم چون اونها هم مثل ما روحن زنده شدن ولی و این خیلی خوب و خداپسندانه است ولی خدا ما رو در میان افراد دیگه ای که او رو ندارند مسیح رو ندارند و مثل این استخوان‌های مرده فاقد حیات مسیح هستند هم میفرسته کلام خدا میگه این استخوان ها بی نهایت زیاد بودن و این افراد در زندگی ما یکی و دوتا نیستند بلکه بی نهایت زیاد از طرفی میگه بسیار خشک بودن یعنی اصلا آثار حیات در اونها دیده نمیشه و امیدی هم برای حیات اونها نیست چون خیلی خشک هستند. خدا بلا فاصله به حسقیال میگه آیا می شود این استخوان ها زنده گردند؟ اگر از لحاظ انسانی و منطق انسانی به این سوال بخوایم پاسخ بدیم مسلما جواب اینه غیر ممکنه استخون یعنی مرگ یعنی فنا ولی حزقیال در کنار ناباوری و منطق انسانیش جواب میده ای خداوند یهوه تو میدانی تو میدونی که این نمیشه این غیر ممکنه تو هم مثل من میدونی که امیدی برای زنده شدن این استخوان ها نیست و این جوابیه که من و تو به عنوان یک زن ایماندار با نگاه کردن به افراد مرده بی ایمان اطراف خودمون میتونیم بدیم خداوندا تو میدونی تو میدونی که این غیر ممکنه ولی از طرفی میشه گفت که میگه تو میدونی که غیر ممکنه ولی تو میتونی ولی عجیبتر اینه که خدا از حزقیال میخواد که با این استخونها حرف بزنه خدا بهش میگه که خطاب به این استخوانها بگو که ای استخوانهای خشک کلام خداوند رو بشنوید ولی موضوع اینه که این استخون ها مثل یک شیء بی جان هستند که قابلیت شنیدن ندارند و به نظر احمقانه میرسه که به اونها چیزی گفته بشه اما قرار نیست این استخون ها با قدرت خودشون یا با قدرت کسی مثل حزقیال زنده بشن زنده کردن روحانی مردم کار ما من و شما نیست کار ما بیان کلام خداست ما نمیتونیم به کسی زندگی روحانی بدیم سهم ما گفتن بشارت انجیل و کلام خداست که خدا میخواد این سهم رو به من و به تو بده و خدا انتظار داره در اون امین بمونیم اگه قراره در جایی مردم از لحاظ روحانی حیات مسیح رو دریافت کنن راهش اینه که مجده انجیل اعلام بشه که مسیح به خاطر گناهکار مرد و برخواست تا به او حیات روحانی ببخشه خدا از منو تو میخواد که در فرصت و غیر فرصت به افراد مرده اطرافمون کلام خدا رو بیان کنیم و زنده شدن روحانی اونها سهم خداست در آیه پنج هزقیال به استخونها میگه که خداوند یهوه به این استخوانها چنین میگوید اینک من روح به شما در میآورم تا زنده شوید و پسرگ و پی بر شما خواهم نهاد و گوشت بر شما خواهم آورد اینک من روح به شما در می آورم این بخش منو به یاد قسمتی از کتاب پیدایش میندازه که میگه خدا آدم رو سرشت و در بینی او روح حیات دمید و آدم نفس زنده گشت آدم اول یک جسم فیزیکی داشت ولی خدا در بینیش میدمه نفس میکشه و نفس خودش رو بهش میده و انسان نفس میکشه آدم نفس کشید و دارای روح شد زندگی و حیات قدرت خداست به یاد دارید که مسیح آواز خودش رو بلند کرد و مثل خداوند و خدا گفت ایلازر از قبر بیرون بیا و ایلازر بلا فاصله بیرون اومد چون قدرت, قدرت حیات در دست مسیح بود اینک من روح به شما در می آورم تا زنده شوید و بعد میگه با گوشت و پوست شما رو خواهم پوشانید پس خواهید دانست که من یهوه هستم اگر به قدرت حیات بخش خدا ما اعتماد و ایمان نداشته باشیم با اعلام کلام خدا و مجده انجیل ما فقط کاری احمقانه انجام دادیم کسی که مجده انجیل رو اعلام میکنه به قدرت حیات بخش خدا اعتماد داره و زن راستین زنی هست که با اعتماد و فقط اعتماد به قدرت قیام دهنده و حیات بخش مسیح کلام او رو در هر جایی که میره هر چقدر هم که ناامید کننده باشه اعلام میکنه ما در انجیل یوحنا زنی رو به نام مرتا میبینیم که برادرش همون ایلازر مرده هست مرتا به عیسی میگه اگر اینجا بودی برادر من نمیمرد یعنی شاید اگر موقعی که مریض بود براش امیدی بود که خوب بشه ولی حالا دیگه مرده حالا دیگه براش امیدی نیست و بعد از چهار روز دیگه زنده نمیشه ولی عیسی به او چه جوابی میده؟ عیسی به او گفت برادر تو خواهد برخواست مسیح ادامه میده من قیامت و حیات هستم هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد دقت کنید اگر مرده باشد همون مرده ای که ما در اون امیدی نداریم برای زنده شدن اگر مرده باشد زنده گردد و بعد به مرتا میگه آیا این را باور میکنی؟ ای زن زنده که برای اطرا... افراد مرده اطرافت دل داری مسیح گفت اگر مرده باشن زنده میشن آیا این رو باور میکنی؟ زن راستین زنی هست که با اعتماد به قدرت قیام دهنده مسیح کلام او رو اعلام میکنه هر چقدر هم که برای مرده های اطراف ما هیچ امیدی نباشه زن راستین این حقیقت رو میدونه که این استخوان ها نیستن که بتونن با قدرت خودشون زنده بشن بلکه قدرت و توانایی مسیح زنده است که اونها رو زنده میکنه و از ظلمت از مرگ و جدایی روحانی به حیات پر از شادی و آرامش مسیح منتقل میکنه در آیه هفت هزقیال می نویسه که از خدا اطاعت کرد هزقیال از خدا اطاعت کرد را که خداوند فرموده بود به استخوانها گفتم ناگهان سر و صدایی برخواست و استخوانهای هر بدن به یکدیگر پیوستند در حالی که نگاه می کردم دیدم گوشت و پی بر روی استخوانها ظاهر شد و پوست آنها را پوشانید اما بدنها هنوز جان نداشتند یعنی با وجود اینکه اون استخوان‌های پخ شده از اطراف اومدن جمع شدن و به همدیگه متصل شدن و اون ساختار اسکلت رو ساختن و گوشت بر اونها قرار داده شده بود ولی هنوز زنده نشده بودن و ترجمه دیگه میگه روح در آنها نبود ما میدونیم وقتی خدا کسی رو از لحاظ روحانی زنده میکنه روح تازه به او میده و روح القدس رو در بطن او قرار میده در واقع خدا روح القدس رو که روح خودش هست رو به اون شخص میده و او رو از لحاظ روحانی زنده میکنه و دیگه بین او و خدا دیوار و مانعی و جدایی وجود نداره حالا تغییری ظاهری در این استخوان ها به وجود اومده ولی اونها هنوز روح رو ندارند و نفس نمیکشند این اشاره به این واقعیت میکنه که بسیاری از افراد وقتی کلام خدا رو میشنوند حرکتی در درون اونها ایجاد میشه پیغام مسیح بر اونها اثر میگذاره احساساتشون تحریک میشه ولی هنوز تولد تازه نیافتن هنوز زنده نشدن ولی خوشبختانه داستان اینجا تموم نمیشه خدا به حزقیال میگه حالا به روح بگو حالا به روح بگو که ای روح از چهار گوشه دنیا بیا و بر این کشتگان بدم تا آنها زنده شوند دفعه اول از حسقیال خواسته شد که با استخونها صحبت کنه حسقیال این کار رو کرد و حالا این دفعه خداوند به او میگه روح را رو مخاطب قرار بده که این روح همان روح القدس هست که حسقیال باید از او درخواست کنه تا اون مردگان رو زنده کنه پس حسقیال اول به استخوانهای مرده کلام خدا رو بیان کرد و بعد وقتی با روح صحبت میکنه یعنی دعا میکنه و از خدا میخواد تا توسط قدرت احیا کنندگی روح القدس این افراد مرده زنده بشن در آیه ده میبینیم که در اون زمان اتفاق عجیبی میفته پس همانطور که خداوند به من امر فرموده بود گفتم و روح داخل بدنها شد و آنها زنده شده ایستادند و لشکر بی نهایت عظیمی تشکیل دادند. اگر این ده آیه رو شما با دقت بخونید در این ده آیه که صحبت از مرگ و استخوان و بیجانی و ناامیدی بود ده میبخشین شش بار کلمه زنده تکرار شده چه کسی انتظار داشت که در اون قبرستون مرده پر از استخوان‌های خشک حیات و زندگی ظاهر بشه بله نزد خدا همه چیز ممکنه حزقیال به خدا گفت به نظر من غیر ممکنه و تو هم میدونی که غیر ممکنه ولی تو میدونی که تو میتونی خداوند در آیه 13 میگه ای قوم من چون قبرهای شما را بگشایم و شما را از قبرهای شما بیرون آورم آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم و روح خود را در شما خواهم نهاد تا زنده شوید. پیغام خدا به حزقیال این بود که برای زنده شدن افراد از لحاظ روحانی و احیای آنها دو چیز همیشه لازم و ملزوم همدیگه هستند که باید ایمانداران اونها رو به کار ببرن. اعلام مجده انجیل و دعا هر کدام از اینها به تنهایی به نتیجه نمیرسه اگر به افراد بی ایمان و مرده اطراف فقط مجده انجیل رو اعلام بکنیم ولی دعا نکنیم کار احیاسازی خدا ناتمام باقی میمونه یک حرکتی ممکنه در اونها ایجاد بشه ولی هیچ وقت ایمان حقیقی و حیات مسیح در اونها قرار نمیگیره و اگر فقط برای افراد گمشده که خدا شما رو در میان اونها قرار داده دعا میکنید ولی اونها هیچ وقت مجده انجیل رو نمیشنوند نتیجه حاصل نخواهد شد زن راستین در هر دوی این نکات یعنی اعلام مجده انجیل و دعا امین میمونه او که مسیح او رو زنده کرده به او حیات روزافزون بخشیده و او رو فرستاده که به شارت انجیل و دعا برای افراد گم شده ای که در اطرافش هستند رو انجام بده. آیا شما دعا می کنید؟ آیا شما در کنار دعا مسیح رو با امانت بشارت میدید؟ این دقیقا همان چیزی بود که در روز پنتیکاست اتفاق افتاد. شاگردان مسیح که 120 نفر بودند در بالاخانه جمع شده بودند و دعا میکردند. و بعد از اون پتروس با قوت به موعظه انجیل و اعلام مجده نجات بخش مسیح پرداخت. دعا و موعظه با هم انقلابی رو در اون زمان ایجاد کرد که همه دنیای اون وقت رو تکون داد. در آن روز سه هزار نفر، سه هزار استخان مرده زنده شد و از اونجا که ایمانداران این دو اصل رو دائما در کنار همدیگه نگه می داشتن یعنی دعا و اعلام مجده انجیل خداوند اون زنده کننده اون استخانها ناجیان یعنی نجات یافتگان و زنده شدگان روحانی رو هر روز بر جمع ایمانداران می افزود. به یاد دارید وقتی که حزقیال به روح گفت و دعا کرد اتفاق عجیبی افتاد اون استخونها زنده شدند و لشکر عظیمی به وجود اومد و این اتفاقی بود که در روز پنتیکاست افتاد دقت کنید که این شاگردان نبودند که با سعی و تلاش خودشون نجات یافتگان رو اضافه می کردن. این خداوند بود که ناجیان رو میافزود. چون نجات یافتن جان گم شده و زنده کردن روحانی انسانها کار خداست امروز اگر خدا شما رو به جایی فرستاده که پر از استخوان‌های مرده است و از شما سوال بشه که آیا میشه این استخوان زنده بشن آیا حاضرید مثل حزقیال بگید که ای خداوند تو میدانی که غیر ممکنه ولی تو میدونی که فقط تو میتونی بله زن راستین زن زنده ای هست که مجده انجیل رو با امانت به افراد مرده اطرافش اعلام میکنه و دائما براشون دعا میکنه و از خدا میخواد که در وقت معین خودش اونها رو زنده کنه و مطمئنا این چنین زنی هر جایی که هست در هر شرایط ناامید کننده ای که باشه شاهده به وجود آمدن لشکر عظیمی از کشتگانی خواهد بود که خداوند اونها رو زنده میکنه آیا شما خودتون رو در ردیف زنان راستین زنده ای می که مثل حزقیال با اعلام انجیل و دعا شاهد زنده شدن افراد مرده اطرافشون میشن؟ خدا رو شکر کنید برای این فرصت خدا رو شکر کنید برای افرادی که خدا شما رو اونجا قرار داده خدا رو شکر کنید که خدا از شما میخواد به عنوان یک زن راستین استفاده بکنه برای اینکه شما وسیله ای باشید تا نور مسیح در اونجا بدرخشه حزقیال در مقابل استخوانهای بسیار و بینهایت زیاد و بسیار خشک ایستاده بود در میان اونها بود و خدا اون رو در اونجا قرار داد برای اینکه شاهد این باشه که خداوند از قدرت اعلام انجیل و از قدرت دعا در زندگی های ما استفاده میکنه تا ما با او در امر زنده شدن افراد همکاری کنیم این قدرت از او صادر میشه ولی از من و تو برای این کار استفاده میشه اگر شما اون چنین زن راستینی هستید خوشا به حال شما چون خدای زندگان هدف خودش رو در تو زن راستین به کمال میرسونه. خوشا به حال ما اگر خودمون رو با مسی و کار زنده شدن افراد همکار ببینیم. خداوند ما رو خونده تا با او همکاری کنیم. متشکریم که در شنیدن این برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه دیگه شما رو به دست امن خدای زندگان میسپاریم خداوند با شما باش.